سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخواییم راجع به نحوه بازی هیروی فینیکس با هم صحبت بکنیم و این هیرو رو بهتون آموزش بدیم. معمولا فینیکس به عنوان هیروی ساپورت تو پوزیشن 4، بعضی وقتا پوزیشن 5 انتخاب میشه و باش بازی میکنن. همینطور میتونه هیروی کور تو پوزیشن 3 آفلین یا حتی پوزیشن 2 میدلین هم بازی بکنه. خب تو هر کدوم از این شرایط چجوری باید واسش لول بگیرید، چه تالنت هایی بگیرید، چه آیتم هایی بیارید و داستان زندگی این هیرو چی هستش، همه رو داخل همین ویدیو بهتون میگیم. معمولا بازی رو فینیکس با لول 2 شروع میکنه. گاهن اول بازی ممکنه که بخواد لول 1 بگیره تا احیانا کشته نشه، فرست بلاد نده یا برعکس خودش رو بتونه به تارگتی که داره فرار میکنه برسونه، فرست بلاد بگیره. تو اونجور بازی ها شما ممکنه ببینید که بازی با لول 1 هم شروع میشه. اولویت شما چه به عنوان ساپورت چه به عنوان هیروی کور یا کری اکثر مواقع این است که لول 2 تون رو مکس بکنید. یه دونه لول 1 یه دونه لول 3 هم کنارش میگیرید. هر موقع 6 شدین لول 6 تون رو میگیرید. بعد از اینکه لول 2 مکس شد میرید واسه مکس کردن لول 3 تون و در آخر لول 1 رو مکس میکنید. حالا بازی هایی هست که شما ساپورت هستین و تو تیمتون 2 تا 3 تا هیروی کری میله و نزدیک زن هستش، اون بازی ها ممکنه که به جای اینکه لول 2 رو مکس بکنید شما 1 لول 2 میگیرید و به جاش میرید لول 3 اصلا مکس میشه. این هم بس شرایطیه که توی حالت خاص محتمل هستش و توی این حالت هم بعد از اینکه لول 3 تون مکس شد باز لول 2 مکس میشه و در آخر میاین و لول 1 تون رو مکس میکنید. خب هر کدوم از لول های هیروی شما چی کار میکنه؟ لول 1 تون باعث میشه هیروتون یه دایو بزنه، یه شیرجه بزنه و یه مسیر رو بچرخ و برگرده سر جای اولش. اگر هر جای این مسیر شما دوباره لول 1 تون رو بزنی هیروی شما اونجا متوقف میشه. اینجوری میتونه فرار بکنه یا نه خودش رو به درگیری ها سریعتر برسونه، به جای اینکه کامل به چرخه یه درس نصف این مسیر رو میره و حالا یا فرار بکنه یا خودش رو به درگیری ها و هیروهای حریفی که دارن فرار میکنن برسونه. همینجوری که میبینین این لول وقتی به درخت ها برخورد بکنه درخت ها رو هم قطع میکنه و به هیروها و یونیت های حریفی که برخورد بکنه اونها رو هم یه میزانی اسلو میکنه موومنت اسپیدشون رو و هم یه دمیج پر سکندی بهشون میزنه که وقتی مکس شده باشه 75 تا دمیج پر سکند به مدت 4 ثانیه میزنه و 25% موومنت اسپیدشون رو اسلو میکنه. یه نکته ای که هست، شما زمانی که لول 1 تون رو میزنید میتونین از لول 2 تون یا آیتم های دیگه که دارین استفاده بکنین. آیتم هایی که حالا جلوتر کامل توضیح میدیم، مثل شیواز گارد، میتیور همر یا هکس یا هر آیتم دیگه که تو بخش آیتم ها بهتون بگیم. با این لول بچه ها میتونید فرار هم بکنید، یعنی بلا فاصله بعد از زدن لول 1 تون میتونید تیپی کنید و فرار بکنید. این هم یه مدل استفاده از این لول برای فرار کردن. فقط دقت کنید شما وقتی این لول رو میزنید خیلی سریع هیروتون این چرخش رو انجام میده، ولی در طول این چرخش هیروهای حریف همچنان میتونن شما رو تارگت قرار بدن، اتکتون بدن، استانتون کنن، هکستون کنن، لولاشون رو روتون بزنن و اگر مثلا استان و هکس بشی هیروی شما متوقف میشه، دیگه این چرخش رو کامل انجام نمیده. لول 2 شما چی کار میکنه؟ لول 2 تون 4 تا فایر اسپریت دورتون ظاهر میکنه. شما میتونید این فایر اسپریت ها رو به صورت مجزا استفاده بکنید. هر کدوم از فایر اسپریت های شما توی شعای 200 تایی هیروهای حریف رو هم دمیج پر سکند بهشون میدن، هم اتگ اسپیدشون رو کم میکنن. به مدت 4 ثانیه وقتی این لول مکس شده باشه 140 تا اتگ اسپید ازشون کم میکنه و 80 تا هم دمیج پر سکند بهشون میزنه. دقت بکنید بچه ها، لول های فینیکس لول 1، 2 و 3 علاوه بر اینکه حالا لول 2 و 3 مانا هم میخوان، زدن لول ها باعث میشه همونجوری که میبینید فینیکس یه مقداری از هلس خودش رو هم از دست بده. لول 1 از شما اصلا مانا هم نمیخواد و فقط 15% هلستون رو کم میکنه، لول 2 20% هلس ازتون کم میکنه و لول 3 تون هر ثانیه 6% رو
داره کم میکنه. البته این به این معنی نیست که شما بتونید با زدن این لول ها هیروی خودتون رو دینای بکنید. نکته دیگه ای که از بچه شما لول دوتون رو همونجوری که جلوتر گفتیم میتونین زمانی که دارید لول یک میزنید هم استفاده بکنید. اینجوری میبینید مثلا جایی که رنج لول دوتون نمیرسه میتونید تو ترکیب با لول یک خیلی سریع یه دایف بزنید و یه فاصله دورتری رو لول یکتون رو بزنید، یا نه هیروی حریف که تو فاصله هست و ممکنه لول دو شما رو داج بده، جا خالی بده، با لول یک برید پیشش و همون نزدیک لول دو بهش بزنید که شانس و احتمال اینکه بتونه لول دو و فایر اسپریتتون رو جا خالی بده کمتر بشه. لول سه شما چی کار میکنه؟ لول سه شما یه اشعه ظاهر میکنه، همینجوری گفتیم این اشعه هم هر ثانیه 6% هلث هیروی شما رو کمتر میکنه و تو این مسیری که اشعهتون میره به هیروهای یارتون هیل میده و از هیروهای انمی هیل کم میکنه. میزان هیلی که از هیروهای انمی کم میکنه یه بیس دمیج داره که وقتی مکس شده باشه 32 تا هست و 6.25% ماکسیموم هلسی که اون هیرو میتونه داشته باشه هم بهش اضافه میشه. یعنی چی؟ یعنی یه هیرو هر چقدر هلس بیشتری داشته باشه لول 3 شما طبیعتاً دمیج بیشتری رو هم به اون هیرو میزنه. و حالا میزان هیلی که به یارا هم میده همین جوریه، یه بیس هیل داره که 16 تا از وقتی مکس شده باشه و 2% ماکسیموم هلسی که یارتون میتونه داشته باشه رو هم بهش هیل میده. یعنی شما میتونید با درست زدن این لول تو تیم فایت ها همزمان که دارید هیروهای حریف رو دمیج میدید هم تیمیاتون رو هم هیل بدید و هلسشون رو پر بکنید و نذارید کشته بشن. همینطور شما زمانی که لول 3 تون روشنه باز میتونید از لول 2 هم استفاده بکنید. همینجوری که میبینید با روشن کردن لول 3 تون لول کناریش هم روشن میشه. شما زمانی که لول 3 رو روشن میکنید میتونید با کلیک کردن این اشعه رو بچرخونید و اگر تاگلش کنید رو حالت تاگل موومنت یا لول کناری که روشن میشه قرارش بدید، به جای اینکه بچرخه هیرو شما تو خط مستقیم میتونه حرکت هم بکنه و هیروهای حریف رو چیس بکنه. این هم یکی دیگه از روش های فرار کردنه، چون شما با تاگل کردن این لبل و رو به جلو حرکت کردن میتونین از موانع و صخره ها و پستی ها و بلندی های بازی رد بشین و همینطور میتونین تلپورت هم بکنید. زمانی که داره همینجوری حرکت میکنه میتونین تلپورت هم بکنید و شما حالا دارین از رو درخت ها و اینها پرواز میکنید و فرار هم به نحوی میکنید با تلپورت کردنتون. خب لول 6 یا اولتی شما چی کار میکنه؟ این لول اولا یه استرانگ دیسپل حساب میشه، یعنی یه اسپلی یه دیبافی چیزی رو شما باشه با زدن این لول از بین میره، باعث میشه که هیروی شما ریبرس کنه، یعنی دوباره متولد بشه و کولداون لول هاش به غیر از اولتیش و هیلوماناش کاملا پر بشه، یعنی کولداون ها رفرش بشه و هیلوماناش پر بشه. شما زمانی که این لولتون رو دارین میزنین تو شعاع 1200 تایی به هیروهای حریف دائما دمیج پر سکند میزنید که وقتی مکس شده باشه 120 تا دمیج پر سکند هست. 6 ثانیه این لول شما طول میکشه 6 ثانیه تا ریبرس بشین، دوباره متولد بشه هیروتون با کولداون های آماده و هیلومان های پر. و همینطور بعد از انفجار، یعنی بعد از لحظه تولد، هیروهای حریف رو تو شعاع 1200 تایی به مدت 3 ثانیه وقتی مکس شده باشه استان میکنه. استان این لول شما از اسپل ایمیونیتی رد میشه، یعنی اگر هیروهای حریف آیتم مثل بی کی بی یا لولی داشته باشن که بهشون اسپل ایمیونیتی بده، شما میتونین همچنان با این لول اونها رو تو حالت اسپل ایمیونیتیشون استان هم بکنید. که حالا جدا از استان، دمیجی هم که میده باز از اسپل ایمیونیتی رد میشه و تو حالت بی کی بی یا حالت لول هایی که بهشون اسپل ایمیونیتی بده دمیج لول 6 شما رو هم میخورن. فقط دقت بکنین این اگ شما، خورشید شما، اولتی شما با ضربه های هیروهای حریف نابود میشه. زمانی که مکس شده باشه اگر اگ شما قبل از انفجار همینجوری که میبینید 10 تا ضربه بخوره اگتون منفجر میشه و هیروی شما ریبرس نمیکنه و کشته میشه. پس خیلی باید به این توجه داشته باشین که لول 6 تون رو تو درگیری ها اینها کجا میزنین. شما میتونین قبل از زدن لول 6
از لول 2 تون استفاده بکنید، بعد لول 6 بکنید که هیروهای حریف که شما رو میان اتک بدن اتک اسپیدشون کمتر بشه و شانس اینکه لول 6 تون نابود بشه یا کشته بشه وجود نداشته باشه. همینطور شما میتونین لول 6 تون رو تو ترکیب لول 1 تون سعی کنید های گراوند بزنید، بالای کلیف ها یا تپه ها و صخره های جاباردی بزنید که هیروهای حریف نتونن یا سخت‌تر بتونن به اگ شما برسن و اون رو کنسل بکنن. دقت بکنید شما هر جایی که لول 1 تون هست اولتی کنید دیگه لول 1 شما متوقف میشه و همونجا هیروی شما اولتیش رو میزنه. خب حالا چه تالنت هایی باید برای این هیرو بگیرید زمانی که ساپورت باشید یا بخواین کری بازی بکنید؟ تالنت لول 10 اکثر مواقع شما سمت چپ رو میگیرید، از اونجایی که همه لول ها و اسپل های شما ماجیکال هست، اسپل امپلیفیکیشنی که میده باعث میشه خب تمام لول های شما تأثیرش بیشتر بشه. تالنت لول 10 سمت راست باعث میشه میزانی که لول 1 شما هیروهای حریف رو اسلو میکرد، موومنت اسپیدشون رو اسلو میکرد، 25% دیگه هم بیشتر بشه و موومنت اسپیدی که اسلو میکنه برسه به ماکسیموم 50%. تالنت لول 15 شما اکثر مواقعی که ساپورت باشین سمت چپ میگیرین، هلس خودتون رو بیشتر میکنین. سمت راست بیشتر تو زمانیه که شما کری باشید و بیلد آیتم هایی که میارید برای دمیج دادن و کشته شدنه، باعث میشه لول 2 شما فایر اسپیرت هاتون دمیج پر سکندی که میده 20 تای دیگه بیشتر بشه و دمیج پر سکندشون تو این پچ حالا به 100 تا تو هر ثانیه برسه. تالنت لول 20 تون رو شما اکثر مواقع سمت راست رو میگیرین، باعث میشه میزانی که حالا لول 3 شما دمیج میداد یا هیل میداد به هیروهای حریف و هیروهای یارتون 1.5% دیگه، یعنی 1.5% ماکسیموم هلس اونها بیشتر بشه. کلن تأثیر لول 3 شما خیلی خیلی بالاتر میره. سمت چپ باعث میشه دیوریشن یا مدت زمان استان لول 6 شما نیم ثانیه دیگه بالاتر بره. تالنت لول 25 رو هم باز اکثر مواقع شما سمت راست رو میگیرین، باعث میشه تعداد ضربه هایی که باید به اگ شما، به خورشید شما، به اولتی شما بزنن تا نابود بشه 3 تا دیگه بیشتر بشه، یعنی وقتی مکس شده باشه به جای 10 تا میرسه به 13 تا. سمت چپ باعث میشه رنج لول 1 شما که حالا وقتی مکس شده باشه یه شوهای 1400 تایی هست 1000 تای دیگه بیشتر بشه، شما لول 1 تون یه شوهای 2400 تایی رو بزنه، یه فاصله خیلی طولانی تری رو میتونین با لول 1 طی بکنید. خب حالا شما به عنوان ساپورت چه آیتم هایی رو باید برای این هیرو بگیرین؟ اوایل بازی از اونجایی که هیروی فینیکس ضعف آرمور رو داره میتونین براش باکلر بگیرید، اگر جلو ماجیکر باشین ماجیک وند، رین دراپ میتونه بهتون کمک بکنه، کوالینگ بلید میتونید بگیرید، کری لاینتون اگر دائما اسپل میزنه مثل یه هیروی مثل بریستل بک و به مانا احتیاج داره میتونید رینگ آف باسیلیوس براش بیارید و همینطور میتونه ویندلیس هم اول بازی برای موومنت اسپیدش داشته باشه. معمولا خیلی سریع برای این هیرو ترانکویل بوت میارید. از اونجایی که این کفش به شما هلس ریجنریشن خوبی میده و لول های شما ازتون هلس هم کم میکنه، اکثر مواقع این کفش میتونه بیشترین کمک رو بهتون بکنه. حالا جلوتر میتونین اون رو تو ترکیب با درام تبدیل به بوتس آف بیرینگ هم بکنین. بعضی از بازی ها که تیمتون حالا احتیاج داره به گاردین گریو میتونین براش آرکین بوتس هم بیارین، ولی خب ترانکویل بوتس اکثر مواقع گزینه بهتری هست. همینطور جز آیتم های ارلی گیم شما میتونه براش بریسر هم باشه. بعد از این شما باید ببینید که شرایط بازی چطوریه. اگر به عنوان هیروی ساپورت احتیاج به آیتمی دارین که خودتون و همتیمیاتون رو سیو بدید، میتونید براش یول سپتر بیارید، فورس استف میتونه داشته باشه، گلیمر میتونه بگیره، لوتوس اورب، ایان دیسک یا حتی گوست سپتر هم میتونید برای این هیرو بگیرید. شما بنا به نیازتون ممکنه قبل یا بعد از این آیتم برید برای هیروتون شارد هم بگیرید. شارد واسه هیروی شما چی کار میکنه؟ باعث میشه لول 3 شما موومنت اسپید هیروهای حریف رو 12% کمتر بکنه، سخت‌تر بکنه این رو برای هیروهای حریف که از لول 3 شما فرار بکنن و علاوه بر اون
شما میتونید زمانی که اولتیتون رو زدید از لول 3 تون هم استفاده بکنید. بعد از این میتونید برای هیروتون آقا نیم سپتر یا تلفظ درستش اگه نیم سپتر که حالا قدیمی ترا بهش دگونابی هم میگن بگیرید. حتی بعضی از بازی ها ممکن شما بعد از کفشتون فرست آیتم راش بکنید برای گرفتن دگونابی. این آیتم واسه شما چی کار میکنه؟ باعث میشه که شما تو شوهای 500 تایی اطرافتون بتونید اولتیتون رو روی همتیمیتون هم بزنید و باعث میشه که هیروی شما و هیروی همتیمیتون هر دو داخل اگ یا سان اولتی شما میرن و هر دو بعد از 6 ثانیه ریورس میکنن با کولدام های رفرش شده و هلس و مانای فول. همینطور تعداد اتک هایی که باید به اگ شما هم بزنن تا نابود بشه بیشتر میشه. زمانی که مکس شده باشه به جای 10 تا باید 13 تا اتک به اگ شما بخوره تا نابود بشه. حالا تالنت لول 25 هم سمت راست بگیریم 16 تا اتک باید به اگ شما بزنن تا نابودش بکنن. اگر میخواین با لول 3 تون به همتیمیاتون هیل بیشتری بدید میتونین جلوتر ماجیک بندتون رو به هولی لاکت هم تبدیل بکنید. میتونید آیتم های لیتر برای این هیرو هکس بیارید، میتونه شیوازگارد داشته باشه، میتونید براش لنز بیارید اون رو تبدیل به اکتارین کور بکنید. همینطور آیتم هایی که سیچویشنال و بنا به شرایط ممکنه براش بگیرید میتونید براش هیونت هالبرد بیارید که یه تارگت رو مخصوصا قبل از اولتیتون دیسارم بکنید نتونه اگه شما رو اصلا اتک بده و نابودش بکنه. رفرشر اورب میتونید داشته باشید. همینطور اگر آفلینتون مثلا آیتم مثل پایپ یا کریمسون گارد نداشته باشه شما این آیتم ها رو هم میتونید داشته باشید. اگر جلو هیروهایی با اچ پی ریجن بالا بازی بکنید میتونید براش ارن آف شادوز بیارید اون رو تبدیل به اسپید به سل بکنید. میتونید مدالیون بیارید تبدیل به سولار کرستش بکنید. و همونطوری که جلوتر گفتیم میتونه حتی فرست آیتم شما یا بعد از کفشتون آیتم دوم شما میتیور همر هم باشه. اگر تیمتون استان کم داره یا اگر استراتژی اینه که تاورها رو پوش بدید میتونید برای میتیور همر هم اقدام بکنید. زمانی که شما با این هیرو آفلینر هستید یا میخواین کری بازی بکنید آیتم های شما یه مقدار متفاوت میشه. معمولا فرست آیتم براش ویل آف دیسکورد میارین. این آیتم رو میتونید تو حالت ساپورت هم بیارید زمانی که کری های تیم شما یکی دوتا کری داشته باشید که اونها هم به جای فیزیکال دمیج ماجیکال دمیج بزنن، باز توی بیلد ساپورت هم میتونید براش ویل آف دیسکورد بگیرین. وقتی ویل آف دیسکورد میارین بعدش معمولا سریعاً شیواز میتونید براش بگیرید. برای این هیرو تو این بیلد هم میشه باز دگونابی یا همون آقا نیم سپتر رو گرفت. میتونید براش بیلینک بیارید اون رو با اوورولمینگ بیلینک تبدیل بکنین. ریدینس میتونه داشته باشه. حالا بعضی از بازی ها که یه سری هیروها فرار میکنن و اینها از دست شما میتونید حتی برای این هیرو اورکید بیارید و اون رو جلوتر تبدیل به بلاد هورن بکنید. همینطور یه بیلد دیگه ای هم میتونید براش بزنید که ماجیک بیشتری بدین. برای این هیرو میرید دگون و ایتریل بلید میارید. کنار این حالا میتونید کایا هم بیارید و کایاتون رو تبدیل به یاشا کایا یا اگر استاتوس رزیستنس احتیاج دارید کایا سنج هم بکنید. باز آیتم های دیگه ای که توی بیلد کری میتونید بنا به شرایط بیارید، آیتمی که سیوتون بده این بار ممکنه براش بی کی بی بیارید یا حتی لینکن بگیره. میتونین آیتم اول یا دومتون اگه قرار فارم بکنین هند آف مایدس بگیرید، باز میتونه هکس داشته باشه و همینطور باز هم هیونز هالورد و اکتارین کور هم میتونه بهتون کمک بکنه. بچه توی بیلد کور یا کری شما میتونید به جای اینکه ترنکویل بوتس بیارین برای این هیرو مید گیم بوتس آف ترافل هم بگیرید. خب حالا شما چه موقعی بهتر این هیرو رو پیک بکنید، یعنی چه هیروهایی رو میتونین کاونتر بکنید و چه هیروهایی میتونن شما رو کاونتر بکنن؟ شما میتونین هیروهایی مثل تمپلار اساسین، فانتوم اساسین، لیجن کامندر، مانکی کینگ، چن، ارث شیکر، ای ای، شادو دیمن، تیریان پروتکتر، ریزور، اسپکتر و کیوس نایت رو کاونتر بکنین. چه هیروهایی شما رو کاونتر میکنن؟ هیروهایی مثل نایت استالکر، آرک واردن، هاسکار، اورسا، سایلنسر، میپو،
بلادسیکر، وایپر، نکروفوس، اسنپ فایر، لینا، مارسی و جاگرنات هم کاونترهای شما محسوب میشن. خب داستان زندگی یا بیوگرافی هیروی فینیکس چی هستش؟ بچه‌ها باید اول بگیم که اولین فینیکس ها یا ققنوس ها چجوری به وجود اومدن؟ زمان این که خلع و پوچی بوده و هنوز جهان و دنیاها شکل نگرفته بوده، کیپر آف لایت، یکی دیگه از هیروهای دوتا دو، از نور سپید دم خودش که قوی ترین نور خودش هم هست استفاده میکنه برای اینکه یه روشنایی، یه نور توی هستی ها ایجاد بکنه که این نور هوشیاری هم داشته باشه و همون نور روشن هوشیار تبدیل میشه به اولین ققنوس ها که اجداد فینیکس محسوب میشدن که حالا تو کهکشان ها اینها تبدیل شدن به ستاره های نامیرا که دائما ریبرس میکنن وقتی میخوان کشته بشن، دائما ریبرس میکنن، مثل اولتی این هیرو دوباره از اول متولد میشن و کهکشان ها رو با نور خودشون روشن کردن. همینطور با نور سوپرنوا و گرما و زاد و ولدشون فینیکس ها یا ققنوس های جدیدی به وجود میان و حالا کسی نمیدونه این چرخ تا کجا ادامه داره. آیا تا اینجا ادامه داره که کل کهکشان و هستی تبدیل بشه به خورشید و نور و روشنایی این موجودات یا نه قبل از اون متوقف میشه؟ حالا فینیکس ها هم بعد از تولد توی کهکشان ها میچرخن برای اینکه جای خودشون رو پیدا بکنن و اون فرم ستاره کیهانی و کهکشانی خودشون رو بگیرن و تبدیل به یه خورشید بشن که اطرافشون رو نور و گرما بدن. فینیکس بازی دوتا دو تصمیم میگیره که یه فرم زمینی و الهام گرفته شده از پرنده ها رو به خودش بگیره و با نور و گرمایی که داره به نحو دیگه‌ای به موجوداتی که به نورش و کمکش احتیاج دارن کمک بکنه. کسی هم نمیدونه، شاید هم همزمان این فرم رو گرفته و داره کهکشان‌ها رو میچرخه تا بالاخره جای خودش رو پیدا بکنه تا فرم کیهانی و کهکشانی خودش که همون خورشید باشه رو بگیره. ولی ممکن هم هست که کلن تصمیم گرفته باشه که این فرم پرنده رو حفظ بکنه تا به نحو دیگه‌ای، یعنی جدا از جوری که اجداد خودش مثل خورشید با نور و گرما و اشعهشون به موجودهای دیگه کمک میکنن، این فینیکس به نحو دیگه‌ای از نور و گرما و توانایی خودش استفاده بکنه برای کمک دادن به کسایی که احتیاج دارن. این همه چیز راجع به هیروی فینیکس بود. مثل همیشه گیم پلی این هیرو رو توی ویدئوی مجزا براتون میذاریم تا ببینین پلیرهای حرفه‌ای با این هیرو چجوری بازی میکنن و ما هم ازشون یاد بگیریم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و با این هیرو به راحتی وین بدین و ام ام آر خودتون رو بالا بیارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار همگی.